سلام دوستان، نرگس خرقانی هستم و با یک ویدیو دیگه از این کانال با شما همراه میشم. قبل از اینکه بریم سراغ داستان این ویدیو، ممنون میشم اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و البته اون دکمه سابسکرایب هم بزنید، اون زنگوله کنارم بزنید تا از ویدیوهای بعدی کانال آگاه بشید. خلاص هر جور که میتونید از این کانال حمایت کنید تا من انرژی بیشتری بگیرم و ویدیوهای بهتری تولید کنم. همونطور که از اسم این ویدیو مشخصه، من در رابطه با کنسرت‌های خواننده‌های ایرانی توی خارج از کشور تو این ویدیو می‌خوام صحبت کنم که حالا بر اساس تجربیاتی خودم تو کشورهای مختلف داشتم و مسافرت‌هایی که داشتم، چه کشورهای اطراف چه کشورهای دورتر تو اروپا، در این رابطه می‌خوام با شما صحبت کنم. اینکه حالا چطور شد من این ویدیو رو تصمیم گرفتم ضبط کنم، واقعیتش توی چند روز گذشته یه سری ویدیو منتشر شد از کنسرت ابی که انتقاد زیادی شده بود با توجه به اجرای بیکیفیت که تو کنسرت بود. یه عده خب خیلی دفاع کردن از ابی بابت اینکه حالا به حال خواننده معروفی هست و دوستش دارن و اینا، یه عده هم خب شدیداً کوبیدنش، انتقاد کردن و حتی از ابی خواستن که دیگه خدافزی کنه و خوانندگی رو بذار کنار. من خیلی اینجا قصد قضاوت کردن حالا اجرای ابی توی کنسرت ارمنستان ندارم. این که میخواد خوانندگی رو بذاره کنار یا نذاره به من ارتباطی نداره و نمیخوام در این رابطه صحبت کنم، بلکه کلن میخوام در رابطه با داستان کنسرت های خواننده های ایرانی تو کشورهای مختلف با شما صحبت کنم و یکی از کشورهایی که برای من خودم تجربه حضور تو اون کشور رو داشتم، یه مدت زندگی کردم، کشور گرجستان بود که تو اون مدت که من اونجا بودم خیلی از خواننده ها اونجا کنسرت گذاشتن و من از نزدیک شاهد بودم. به هر حال کنسرت ها شرکت نکردم، حالا داستان داره براتون توضیح میدم، ولی از نزدیک شاهد برگزاری این کنسرت ها بودم و با حضور ایرانی که خیلی هاشون به خاطر این کنسرت ها هستم می اومدن گرجستان، علت اصلی سفرشون این بود و بر اساس همین تجربیات هم میخوام اینجا براتون توضیح بدم که حالا چی بود و چی نبود و چه اتفاقی افتاد. همونطور که گفتم توی ویدیو میخوام بر اساس تجربیات خودم درباره این کنسرت رو صحبت کنم. من سال 96 بود که رفتم گرجستان و تمام تابستون و حتی تا اوایل پاییز، یعنی مهر ماه، من اونجا بودم حدودا 4 ماه و دوره‌ای بود که همه کنسرت میذاشتن. من بخشی از حضورم تو گرجستان و تو شهر باتومی بودم، بعدش تفلیس. خب تو تفلیس خیلی کنسرت زیاد بود و اکثر ایرانی‌ها خب برای اونجا میومدن، راحت‌تر بود، پروازاش دم دست‌تر بود، میمدن تو تفلیس و شما تو در و دیوار کوچه خیابون و اینور و اونور و اینا میتونستید آگهی کنسرت های خواننده ایرانی رو ببینید. مثلا در رابطه با ابی، چیزی که برای من تو اون سفرم جالب بود این بود که اوایل تابستون ابی توی تفلیس کنسرت داشت، اواخر تابستون هم کنسرت داشت و فکر کنم تنها خواننده ای بود که دو بار توی تفلیس کنسرت گذاشت و فکر کنم دیگه همین که همین خودش گویای واقعیت هستش که به حال ابی به نسبت خواننده‌های همنسلش و خواننده‌های همسن و سالش از همه میشه گفت بیشتر تو این سالا کنسرت گذاشته. حالا قصد من بازم میگم قضاوت کردن نیستش، نمیخوام الان بگم که حالا خوبه یا بده یا مثلا این زیاد کنسرت گذاشتن کیفیت کارش رو میاره پایین. اما اون زمان که من اونجا بودم مثلا قیمت کنسرت های خواننده ایرانی چک میکردم توی از طریق سایت و اینا، مثلا این سری شرکت های ایرانی ها بودن که بلیت کنسرت میفروختن، چک میکردم و خیلی برام عجیب و البته جالب بود و البته میشه گفت غم انگیز که میدیدم این خواننده های ایرانی بلیت های کنسرتشون الکی گرونه. یعنی مثلا همین ابی ارزون ترین بلیت کنسرتش از 90 دلار فکر کنم اون زمان کمتر نبود و در مقایسه مثلا با خواننده های بین المللی که حالا من نمیگم خواننده های امریکایی، خواننده بین المللی که حالا کلاس کارشون جهانیه، مثلا کلاس کار جهانی میتونه خواننده چه میدونم اروپایی باشه که بین المللی، مثلا گروه آبا که جدیدن تو اجرا داشتن،
که یه گروه سوئدی ولی خب بین المللی می اومدن، خواننده هایی مثلا از کشور مختلف اونجا برنامه داشتن و اونا کنسرتشون خیلی ارزون تر از خواننده های ایرانی بود. یعنی مثلا قیمت گرون بلیت مثلا کنسرتش میدیدی $100 $120، در حالی که خواننده ایرانی $250-$300 قیمت گرون مثلا گرونترین بلیتاشون بود. ارزونترین بلیتا میدیدی $80-$90. و این همه گرونی بلیت کنسرت خواننده ایرانی برای من قابل درک نبود. میگفتم مگه اینا چی ارائه میکنن؟ مگه چقدر کارشون با کیفیت تر و بهتر از مثلا یه خواننده در سطح بین المللی و به قول اینترنشنال و ایناست که اینقدر قیمت بلیت کنسرتاشون گرونه؟ بر اساس علایق شخصی خودم، خب من خواننده مورد علاقه از دوران کودکی گوگوش هستش و بوده و اون موقع خب مثلا برای ما دهه 60 ها فکر کنم این چیزایی که من میگم برای دهه 70 یا دهه 80 قابل درک و قابل فهم نیستش، ولی ما دهه 60 اون زمان مثلا یه از این ضبط صوتای نوار کاست میخورد، از اونا بود. کل دلخوشیمون این بود نوار کاست میذاشتیم از این خواننده گوش میکردیم. موقع هم مثلا اینقدر خواننده زیاد نبود و مثلا اکثرا هم خواننده قدیمی. من پدرم از دوره در واقع جوونیش و همون مجردیش دوتا کاست از گوگوش داشت که من خیلی همون دوتا کاست رو دوست داشتم. حالا بعدن هم از دوستانم مثلا نوار کاست های گوگوش رو گرفتم و یه آرشیوی از ترانه هاش جمع کردم. یه جورایی گوگوش برای من یه حالت نوستالژیکی داره و بین خواننده دیگه برای من خیلی به قولی متفاوت بود و دوست داشتم که حتی دوست داشتم یه روزی مثلا توی یکی از کنسرتاش باشم و اجراش مثلا از نزدیک ببینم و سازم نخون بعد که از ایران رفت دوباره شروع کرد و من واقعا دوست داشتم توی یکی از کنسرتاش باشم. اون زمان که من تفلیس بودم گوگوش اتفاقا گوگوش اونجا چیز داشت، کنسرت داشت و من رفتم چک کردم دیدم ارزون ترین بلیت کنسرتش $90 که برای من به شخصه من که ارزون سفر میکنم خیلی گرون بود. بعدم مقایسه کردم با قیمت کنسرت خواننده خارجی، گفتم واقعا مثلا درسته من گوگوش خیلی دوست دارم، برام حس نوستالژیک داره، ولی چرا باید این همه هزینه کنم؟ یه حس بعدی پیدا کردم، گفتم که یعنی با خودم اینجوری فکر کردم که انگار مثلا دارن سوء استفاده میکنن از حالا ما که از ایران میاییم و به اینا دسترسی نداریم، مجبوریم برای مثلا دیدن کنسرت خواننده بیایم خارج از ایران دیگه. و خوشم نیومد واقعیت، با وجود که میگم میخواست یکی از خواننده، یعنی مهمترین خواننده دوره بچگی من که خیلی ترانه‌اش دوست داشتم و کلی ازش خاطره داشتم و با وجودی که میگم خیلی گوگوش رو دوست داشتم و هنوزم براش احترام قائلم و ترانه‌اش رو دوست دارم، ولی کنسرتش من شرکت نکردم و البته پشیمونم نیستم با توجه به چیزایی که بعداً از این کنسرت شنیدم. یه دوستی دارم به اسم تئاک گرجیه، خانم گرجی خیلی باحالیه که زبان فارسی خیلی خوب صحبت میکنه و تئاک راننده است و ایرانیان مثلا برده بود این کنسرت. بعد چیزی که برای من تعریف کرد از کنسرت گوگوش، اول که گفت چرا شلوغ شده بود، مگه این کیه و چه خواننده‌ای، همچین سوالایی. گفتم خب یه دوره‌ای مثلا خیلی ازش خاطره دارن، خواننده در واقع چند نسله که ستاره و میشه گفت تو عالم موسیقی ایران برای خیلی اسطوره است. بعد گفت آخه من اونجا رفتم، مثلا گفت موقعی که کنسرت تموم شد رفتم دنبال این ایرانیه که حالا قرار بود راننده‌شون باشم، گفت همه مست بودن، کلی مردای ایرانی اونجا بودن که مست بودن، اصلا هیچ حالیشون نبود. بعد دعوا شد، من کم رو بنا دعوا بشه. بعد گفت خیلی بد بود، گفت خیلی شرایط بدی بود، گفت اصلا اون شرایطی که دیدم گفتم خوب شد که من کنسرت رو نرفتم، چون خودش دوست داشت مثلا یه کنسرت ایرانی رو بره ببین چه خبره، حالا برش این خواننده اینقدر طرفدار داره. و چیزی که تعریف که من کردم که از جو اون کنسرت، حالا بعد که کنسرت تموم شده خیلی خوشش نیومده بود و در واقع بدش اومده بود و من میتونم بگم که خیلی ناراحت شدم، به یه جوری به من ایرانی خجالت کشیدم موقعی که برگشت گفت اونجا بعد از کنسرت دعوا شد و اینا. بعد به من گفتش که خیلی از کنسرت‌ها این اتفاق میفته، چون میگم این با ایرانی‌ها ارتباط داشته، مثلا میرفت اینا رو میرسون. گفت زیاد از این اتفاق افتاده تو کنسرت خواننده‌های دیگه، گفت نمیدونم چرا ایرانی کنسرت که میرن همشون مستن
مست که چه هستن، سیام هستن و هیچی حالیشون نیست. و این هم به حال یه تجربه بود که من اونجا داشتم و شنیدم و به این چه رسیدم که کار درستی کردم که اون کنسرت شرکت نکردم. و از الانم دوباره به عقب برگردم، مطمئنم تو اون کنسرت خواننده ایرانی که اون زمان تو تفلیس بود من شرکت نمی کنم. حالا میخوام از صحبتی که کردم یک جمع‌بندی براتون داشته باشم. ببینید، اولین مورد اینه که شاید بعضی بگن که این خواننده ها که کنسرت های خیلی بیکیفیت و بد برگزار میکنن در واقع دارن سر مخاطبای ایرانی کلا میذارن. خب این کاملا درسته و به نظر من حالا به غیر از خواننده کنسرت گذارا هم هستن که کنسرت های خیلی بیکیفیت تر از کنسرت های خارجی برگزار میکنن با حداقل امکانات با چند برابر قیمت و یه جورایی سر واقعا مخاطبای ایرانی رو کلا میذارن. و این به نظر من مردم برمیگرده که مردم ایران برمیگرده که کلاشون رو قاضی کنن. آقا پشت گوشاتون که مخملی نیست که اینجوری راحت سرتون کلا میذارن، چون تنها مربوط به همین کنسرت اپیکال خیلی دربار صحبت میکنن نیست. مثلا من یکی از دوستان برادرم هم رفته بود ترکیه، اونجا کنسرتی علی خواننده اسم نمیارم میگن ملکه صحنا رفته بود کنسرتش و واقعا حالش به هم خورده بود که پول داده بود برای این کنسرت. میگفت خیلی سطح کنسرتش پایین بوده و میگفت صدا افتضاح بوده، یا مثلا یه بنده خدا دیگه بود ترکیه مثلا کنسرت یه خواننده مورد علاقهش رفته بود که حالا بازم اسم نمیارم، ویولونیست بسیار خوبیه و به من گفتش که از موقع که کنسرتش رفتم دیگه اصلا طرفدارش نیستم و حالم از موزیکش به هم میخوره، انقدر کیفیت کنسرتش پایین بود و ما اصلا نفهمیم چی به چی و کی به کی. گفت خیلی هم پول زیادی برای ویلتون کنسرت داده بود و واقعا متاسف بود و پشیمون بابت این پولی که داده بود. بعد من با این چیزایی که دیدم واقعا این بیکیفیت بودن اکثر کنسرت های ایرانی یه چیز خیلی معموله و من هنوزم برام سواله که چرا هنوز ایرانی ها تو این کنسرت ها شرکت میکنن. بعد از اینکه به این نتیجه میرسیم که حالا واقعا این کنسرت ها خیلیش به نظر من کلاهبرداریه و هم میگم واقعا برام سواله که چرا ملت شرکت میکنن، بعد میریم سراغ بحث عرضه و تقاضا که یک معادله خیلی ساده فکر کنم بازار باشه اقتصاد. من اقتصاددان نیستم، کار بازارم نیستم، با بیزینس با من نیستم، ولی همیشه تا زمانی عرضه هستش که تقاضا وجود داشته باشه. این که همینجور خروار خروار داره هر سال کنسرت برگزار میشه توی کشورهای اطراف ایران و یا مثلا کشورهای دورتر تو اروپا و کانادا و آمریکا، اینا داره مرتبا کنسرت برگزار میشه، مثلا کشور حاشیه خلیج فارس، مثلا امارات یه مدت خیلی کنسرت‌های ایرانی ها اونجا بود و با وجود بیکیفیت بودن اکثر این کنسرت ها رو، من نمیگم 100% ولی اکثرا کنسرت های بیکیفیتیه و فقط انگار میان یه پولی جمع کنن. سال پیش میاد که گفتم چرا ایرانی ها شرکت میکنن و هنوز تقاضا وجود داره، مطمئنا تقاضا هست که این کنسرت ها برگزار میشه. خب واقعیتش با اون چیزی که من از این دوستم تا فهمیدم، اون کسی که تو کنسرت شرکت کرده بودن که میگن همشون مست بودن، مست که چرا اصلا سیاه مست بودن، خب واقعیت مخاطبا همینان دیگه، متقاضی همینا. من فکر کنم طرف اصلا تو کنسرت اصلا نمیفهمه که خواننده چی خوند اینقدر که مسته و خواننده هم خب میگه آقا هر آشغالی رو میخونیم، هر کیفیت افتضاحی رو اجرا میکنیم، ولش کن اینا که مست این حالیشون نیست دیگه. در واقع یک سری از مخاطبا هم تو گفتم اونایی که فقط میرن اونجا ببخشید عرق خوری درد خر خوری چرس کنم دیگه یه دم هستن که فقط میخوان برم اونجا پوز بدن، جست بگیرن، نمیدونم استوری بذاره تو اینستا اون بر اون بر اونا، یا مثلا پوست بذاره که آقا من تو کنسرت تو فلان خواننده بودم، برن خواننده رو مثلا تو لابی هتل پیدا کنن با عکس یادگاری بگیرن پوز بدن این برام، آقا من بچه پولدارم رفتم کنسرت فلان خواننده، حالا قیمتش هرچی بود و نمیدونم چه کیفیت افتضاحی بهش تحویل دادن دیگه بمانه. چون مثلا یه مورد دیگه هم که برای من پیش اومد توی بیرمنگام که اونجا پر پناهنده های ایرانیه، چون اونجا هم میبینم خیلی کنسرت میذارن خواننده ایرانی، مثلا اونجا کنسرت عارف بود، بعد کنسرت انریکه ایگلسیاس هم توی لندن بود، بعد باورتون میشه کنسرت عارف چند برابر قیمت کنسرت انریکه بود؟ و من اونجا مثلا قیمت رو مقایسه کردم، اصلا باورم نمیشد.
گفتم آخه چرا؟ حالا آره واقعا من میگم جز خواننده مورد علاقه همه، احترامش به جا، خواننده خوبیه سلطان قلب هست، ولی واقعا کنسرتش با کیفیت تر و بهتر از کنسرت انریکه است. نمیدونم چی بگم. فقط میتونم بگم این یه کلاهبرداریه، این کنسرت هایی که اینقدر گرونه، و البته دلیلش هم میگم تقاضا، و البته مخاطبای خزوخی. دیگه چی بگم؟ مخاطبایی که واقعا کیفیت براشون مهم نیست و انگار خوششون میاد که سرشون کلا بذارن. من که خودم به شخص از این چیزایی که دیدم به نتیجه رسیدم که در هیچ کجای این کره خاکی از این به بعد کنسرت خواننده ایرانی باشه، من حاضر نیستم اینقدر پول بدم و برم اینا رو نگاه کنم، چون اصلا با عقل جور در نمیاد توی همه پول بدی بابت کنسرت بی کیفیت. حالا هر کی باشه، نمیدونم آی خواننده نوستالژیک و من بچگیم از این خاطره داشتم، باشه اصلا به من چه، برای چی من موقعی که اون هم برام پول بدم بابت کنسرت بی کیفیت، یعنی یه جوری در خودم ظلم کردم و به شعور من توهین شده با اون کنسرت بی کیفیت و بد. حالا شما دوست دارید برید تو این کنسرت ها و پول بریزید تو جیب این خواننده هایی که اصلا برای شعور شما احترام قائل نیستن، و یا مثلا کنسرت گذاری که باز بدتر از اون خواننده، اون که اصلا هیچی، فقط دنبال پوله، با پول شما میخواد بره تو ترکیه خونه بخره، تو کانادا بره خونه بخره، اینا برید تو این کنسرت ها شرکت کنید، برید پولتون رو هدر بدید، میل خودتونه. ولی من میگم به نتیجه که رسیدم این که تو کنسرت های این خواننده ها من به هیچ وجه شرکت نمی کنم، مثلا کشورهای دوروبر ایران باشه، اروپا باشه، انگلیس باشه، کانادا باشه، من شرکت نمی کنم. یه خودتون میدونید که دوست دارید سرتون کلا برید یا اینکه میخواید به شعور خودتون احترام بذارید. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. میدونم که یکم این ممکن بعضی بیان پشت بدن، بعدو بیرا بگن با حرفه من مخالف باشن، برای من نظر شخصی خودم گفتم، شما دوست دارید بریم کنسرت رو شرکت کنی شرکت. اگر این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که لایک کنید، کامنت بذارید و اون دکمه سابسکرایب هم بزنید و زنگوله کنار هم بزنید تا از ویدیو بعد این کانال آگاه بشید. از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید ممنون. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار همتون.